چون چی یادت از برایتون؟ ساحل خیلی خوشگل، یه باغ وحشی بود که حیوانای اهلی مثل آهو و اینا توش آزاد بودن و ما بهشون نون کره میدن. حالا خیلی بامزه است، آقای قاسم خانی چون کلن اهل طنزه همیشه به من میگفتش که تو یادت نیستش، تو رو بردن عراق، بعد بهت گفتن اینجا برای تونه و فکر کردی من مامانم هم همیشه هرس میخورد میرفت تا میگفت هر دفعه آلبوم ها رو میابرد این ها این عکس و یادم یه عروسک باربی داشتم که کلش گم شده و پدر مامانم در آوردم توی مغازه، دنبال این بودیم که یه باربی شبیه اون بگیریم. تو باید سینما هم رفتی؟ یادت میاد سینما؟ نه اصلا سینما. اولین سینمایی که رفتی تو عراق رفتی؟ نه، فیلم کوسه ها کی بوده توی تهران اکران شده؟ کوسه 57. اولین سینمایی که رفتم با مامانم و دوستاش رفتیم که همش تشای منو میگرفت که اون صحنه‌های خونریزی رو نبینه. یادت کدوم سینما رفتی؟ نه اصلا. تهران کوسه زده بودن سینمایی، آره، عید 57 اکران شده. چه جالب، چه خاصیت می‌گذره. آره، زود گذشت دیگه. من مامانم خیلی اهل فیلم بود و بعد اینکه ما خیلی بچه‌های ویدیو بودیم دیگه. من یه نمایش شما خیلی زود ویدیو خریدین؟ ما توی نه خیلی هم زود نه، توی یه نمایشنامه‌ای دارم چشمایی که مالتوس، این نمایش من خیلی عجیبه. 7 سال همه جای دنیا من می‌برمش توی چمدون فقط خودم. توی اون میگم که نسل ما نسل ویدیو، اون موقع ها ویدیو یه مال خلاف خیلی عجیب غریب بود که بابا مامانا لای پارچه و لحاف و فرش میپیچوندن و در یک مراحلی وارد خونه میگن، بعد یه آپارتمانی که وضع بهتر بود سیم میداد به بقیه، بعد اون بالا تکون میداد اون بقیه ها اگه میدیدن. پس اولین فیلم ها تو ویدیو دیدی؟ بعد از کوسه تو ویدیو دیدی؟ تو ویدیو دیدم. بتاماکس؟ بله، هم بتاماکس هم VHS که میذاشتیم توی این جاهای لباسمون تو مدرسه، یواشکی رد و بدل میکنیم. نمیدونم بشه اینا پخش بشه یا نه، ولی جمعه 13 هم یه سریال ترسناک بود، یه زنی بود که پسرشو کشته بودن توی این کمپ های دانشجویی و میرفت جوونا رو میکشت و حالا صحنه‌های عجیب غریبی خیلی خشنم داشت. جمعه 13 همو قشنگ یادم. بعد من باز تو اون نمایشنامه چی میگن نقلی زدم به کودک نوجوانی خودم. من روانی کازابلانکا بودم دیگه، یعنی همین جوری کازابلانکا میدیدم. چه سالی؟ اصلا تو ویدیو دیگه سالای 60 فکر کنم، 60 خورده. خیلی کوچیک بود. از من خواهر برادر 10 سال بزرگتر داشتم و دو تا دایی که اونا خب خیلی حالا آدمای اهل سیاست تو نمیدونم، دانشجوی یکی از داییام شرکت دانشجوی نفت بود، اون سالایی که اتفاقای افتاد توی دانشگاه بمب زدن و چیزای یادمه، چیزای عجیب تو جنگ و این خیلی خب تحت تاثیر هم بابام، مثلا میگم آریانا فالاچی و اینجور کتابا و نمیدونم دکتر شریعتی، همین دوتا داییم، کامران محمد که در واقع یه ذره از بهانه رو هم بزرگتر بودن. من با یه نسل دهه چهلی بزرگ شدم. سر فیلم عاشقانه یه وقتا که یه ترانه های زمزمه میکردم، آقای داوود نژاد میگفت تو انگار یه بار دیگه به دنیا اینو مال تو نیست. گفتم من چون توی خونه بزرگ شدم که بچه های بزرگتر بودن، من انگار دوتا مامان بابا داشتم. تو کنجکاوی شدی دکتر شریعتی بخونی؟ بله بله بله. چی خوندی دکتر شریعتی؟ فاطمه فاطمه است. خسی در میقات جلال رو خوندم که بعدن که سالها بعد رفتم مکه، خب خیلی اون تاثیر رو مونده بود. دکتر شریعتی بازم ازش خوندم، الان یه ذره بیخوابیم درست بشیم. از کتابای پدر چی خوندی؟ کتاب پدر چی بود؟ بابام خب میگم آریانا فالاچی رو یه جوری به من، خورشید هرگز نمیمیره، از زن جنس ضعیف، زن جنس ضعیفه دیگه درسته؟ من حالا حافظم ندارم. یه کتاب خیلی خوبی بود، زندگی جنگ و دیگر هیچ، که سرباز داره اون بود. بعد خورشید هرگز نمیمیرد و زن جنس ضعیف خیلی توی شکلگیری تفکری که من دارم، که به نظر خودم چون من یه ذره تفکر یه مقدار آدم علاوه فکری مذهبیم، یه ذره نه کاملا شیعه و مذهبیم، فکر میکنم که نمیتونم بگم فمینیستم، چون به هر حال توی کتابی که من بهش اعتقاد دارم زن و مرد کنار هم و برای تکمیل هم آفریده شدن. رمان هم میخوندی اون زمان پدر؟ بله بله، دزیره، رمان های اینجوری دیگه، جان شیفته، چندیجه، آنت. متفاوته دزیره با جان شیفته؟ آره بابا دیگه، بابا اینا رو داشت هم. خیلی بعد حتی یه چیز خیلی متفاوت تر بگم، کفش های غمگین عشق، اتوبوس آبی، من اینقدر اعتمادی خوندم که قلم خودم خیلی متاثر. اعتمادی با رمان رونان رابطه ای نداره؟ رمان جان شیفته دارم بهتون میگم دیگه، میگم رابطه با کازابلانکا. بله. آره کازابلانکا چند سال دیگه؟ خودم هم این مدلی هم دیگه، یعنی همه اینا رو دارم توی خودم.